درود به شما گرامیان، دارکولی هستم و باز هم با شما با فلسفه اخلاق و نقد خداباوری. گزاره ای که امروز دربارش صحبت می کنم دعا کردن هست. دعا چیست و چگونه به وجود آمده است؟ ریشه شناسی کنیم ببینیم از کجا دعا به وجود آمد و اینکه تاریخ آن چقدر است و چگونه این عمل رفتاری و کرداری با وجود پیشرفت های بسیار بشر در علوم گوناگون تا به امروز این دعا مانده است. آیا دعا خیر است یا شر؟ و این فعل چه انواعی دارد؟ امیدوارم فرصت بیابم و به این موارد هر کدام مختصر بپردازم. گرامیان، دعا کردن فعل رفتاری است که از انسانها سر میزند به سوی کسی، چیزی، نیروی، امیدی از هر جنس دست دراز می کنند و از او طلب خواهشی می کنند و اینکه تمنایی می کنند یا اینکه اگر خالق می دانند آن مفهوم را ستایشش می کنند و موارد دیگر که از انواع دعا هستند. می خواهیم بدانیم ویژگی هایی دارد این عمل. گرامیان، دعا کردن یعنی در عجز و ناتوانی خرد افتادن و پناه بردن به مکانی، فضایی، حالتی خیر ابجکتیو، خیر عینی و چنگ زدن بر خیالات. درخواستی کردن، خواهشی کردن، امیدی بستن، آرزویی کردن و تمنایی از پدیده‌ای که البته پدیده هم نیست، مفهومی است و در ذهن بعضی از این معتقدین حدیده نام دارد و نام گرفته است. حدیده می دانند آن را، چرا که باور به وجود است. و فعل دعا کردن افتادن به زیر و سرفکندگی هست که همراه با بیچارگی باشد. یعنی انسان خردش راه به جایی نبرد برای حل مسئله‌ای و پناه ببرد به خیالات و شنیده‌های ناملموس و وهم‌ها. در آغاز مشخص می شود دعا کردن دور از خرد است. اون فعل دعا کردن بی خردی است و نقطه مقابل خرد است. هر مسئله‌ای که برای انسان پیش آید با خرد قابل حل است. اگر مسئله‌ای با خرد قابل حل نباشد، که خرد نیروی عینی و راستین و واقعی هست در انسان و اجتماع انسانی، چطور می شود با خیالات و موهومات آن مسئله را حل کرد؟ پاسخ روشن است. دعا گرفتار افتادن و
در واقع مجبور شدن است. کسی که دعا می کند در یک باوری، عقیده‌ای گرفتار آمده و در مکانی یا زمانی خاص مجبور می شود که به باور و اعتقادی که دارد پناه ببرد. بنابراین دعا را می شود گفت چنگ انداختن به خیال و وهم، و هر میزان که به دعا بیشتر خرق شویم و بپردازیم به همان میزان از خرد دور می شویم. هرچه که می خواهید دعایت عمیق‌تر و کامل‌تر و به معنای واقعی کلمه درست تر باشد، باید به همان میزان بیشتر به واقع از خرد دور شدید. دعا کردن در استمرار بودنی که دارد به گونه ای تمرین بیخردی است. تمرین میکنیم. کسانی که دعا میکنن تمرین میکنن هر روز، هر لحظه، در شرایط گوناگون تمرین بیخردی، تمرین بردگی و مجبوری، تمرین بی‌ارادگی، تمرین دربند بودن و سرسپرده بودن و فروتنی، افتادگی و بزیر افتادگی. دعا همین، چیز دیگری نیست. چرا که انسان موجودی است هوشمند و خردمند، تمام اموراتش را میتواند با خرد اندازه‌گیری و حل و فصل کند مسائلی که دارد. و از اون جایی که بارها عرض کرده این انسان موجودی اجتماعی است و در اجتماع معنا مییابد و ماهیت مییابد، اگر خرد تو یا من، هر کدام از ماها، خردمان کفایت نکند برای حل مسئله ای، خرد جمعی را داریم. ما در اجتماع زندگی میکنیم، انسانهایی هستند که باید آنها را بیابیم، مسئله را با خرد حل میکنند. نباید پناه ببریم به وهم و خیالات و این به دور از انسانیت است. دعا و دعا کردن به دور از انسانیت است، چرا که خود با دستان و پاها و زبان خود، خود را در بند و برده و اسیر و ضعیف و ذلیل می کنیم و خرد خود را کلم می کنی، می بندی، استفاده نمی کنی از خرد. بنابراین گرامیان، بسیار روشن است دعا یک فعل غیر انسانی است. انسان باید موجودی سربلند باشد، نباید انسان سر به زیر باشد و پناه ببرد به وهم و خیالات. انسان اگر خود مسئله خود را نمیتواند حل کند، از اون جایی که انسان موجودی اجتماعی است و باید این را بداند، لازم است که به دیگران پناه ببرد، به خردهای دیگران، به خرد جمعی پناه ببرد، نه به بیخردی و خیالاتی که آن بالا، این کنار، آن کنار و طرفی هست. از آن جایی که همه می‌دانید در اسلام چهار دیواری درست کردند و دارند، از سنگ و به آن طرف دعا می کنند، خدایشان آنجاست. گاه هم به بالا. و گرامیان، ریشه دعا را عرض کنم. دعا
از زمانی به وجود آمد که انسان در کارها زندگی میکرد و در جنگلها. انسانهای نخستین را عرض میکنم. اینها متفرق هم بودند، اجتماع نبودند، یک نفر بودند، دو نفر بودند و کیلومترها از این نفرات، در واقع از نفرات هم دیگر، نفرات دیگر فاصله داشتند، بینشان فاصله بود و شاید هم نزدیک هم بودند، موارد بوده، اما بحث اصلی این است که این انسان‌ها در کارها و جنگل‌ها و طبیعت می‌زیستند، آمیخته با حیوانات دیگر و هنوز خرد پیشرفت نکرده بود، هنوز دانش به کار نیامده بود، خرد به کار بسته نشده بود آنچنان که امروز هست و یا در دوره‌های بعد. دو چیز سبب دعا شد و خدا باوری به گونه ای. یکی این که گرامیان ترس، نگاه کنید، کسی که تنها بود یا دو نفر بودن در یک کاری زندگی می کردن، می دیدن فصل زمستان یا بارندگی بارش های شدید می شود و این بارش ها همه از بالا می آید، از آسمان می بارد باران و برف، تگرگ، صاعقه می زد به زمین، شاید درختی را هم می شکست یا آتش می زد، از بالا به پایین فرود می آمد